15 شعبان 1407 هجری قمری است. بیش از 1100 سال است که خورشید ولایت در پس ابر غیبت پنهان شده و انسانیت تا پایین ترین مراتب هبوط خیش پایین آمده است و شب ظلم و فساد بر کره زمین حاکمیت یافته. اما همانسان که شب هرچه در تیرگی خیش عمیق تر می شود، ستارگان درخشش بیشتری میابند، هرچند خورشید ولایت در مغرب حقیقت غایب است، لکن نور قدسیش از وجود ستارگانی که در ظلمت عصر جاهلیت ثانی مصباح هدایت گمگشتگانند در جهان تلالو دارد. علما و مؤمنین مصابیحی هستند که آسمان اول یعنی آسمان دنیا را روشن می دارند تا گمگشتگان در گمگشتگی نمانند و راه به حقیقت پیدا کنند. اگر به چشم حقیقت بنگری، جز آنان را که از ایمان نصیبی هست در تیرگی خواهی دید و این چنین سپاه نور برای این مردان خدا عجب نام مناسبی است. این نور ولایت حقی آل محمد است که از وجود آنان ساطع است و راه شیری کهکشان را به سوی قبله هموار ساخته. اگر در جستجوی امام زمان هستی، او را در میان سربازانش بجوی. از جاست کجایی زمتونی شما؟ از شهر ری. الحمدلله. سلام و سلام بشه. امروز چه روزیه؟ امروز نیمه شعبان تولد نجات دهنده همه مستضعفین جهانه. حضرت مهدی، تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریفه. از جاست شما به عنوان سرباز آقا امام زمان، وظیفه شما و بقیه برادرها بمکنه چی باشه به مردم؟ والا من که خودمو لایق نمیدونم به عنوان یک سرباز حضرت مهدی بدونم، ولی همه این برادران میتونم قسم بخورم که اینا همه سربازان مخلص حضرت مهدی هستن. اینا سربازانی هستن که همه زندگیشونو برای مهیا کردن حکومت حضرت مهدی قرار دادن. انشاءالله. بازم شما دست شغلتون چیه؟ ما عنوان یک سرباز کوچیکی که در خط ولایت فقیه باشیم و مطیع امر امام باشیم، تا اونجا که توان ما باشه خدمت میکنیم در جبهه. انشاءالله که خداوند هم عنایتش را روی همه رزمندگان داره و ما هم امید اون عنایت هستیم که خواهد داشت. من اهل مازندران بچه نیکا هستم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشید. از کجا هستم؟ از شهرستان ویجار. کجا را میرین؟ ان شاء الله خط میریم. ان شاء الله تعالی موفق باشین. سلامت باشین. خسته نباشید. قربان. سلام. سلام علیکم پدر جان. سلام علیکم. خسته نباشید. حال شما خوب ان شاء الله. کجا میری پدر جان؟ دوکرته. کجا میری؟ جبهه. بگو میخوام برم جبهه. جبهه ان شاء الله. بلندتر صحبت کنید. جبهه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله چه دم نابود کنیم ان شاء الله. ان شاء الله. امید ان شاء الله. اهل کجا هستی شما؟ تربه. زنده باشین. شب حیات انسان با انقلاب اسلامی ایران در فجر صادق خیش داخل شده است و شایسته است که اکنون منتظر صبح باشیم. صبح دولت یار. بگذار آنان ما را هرچه می خواهند بخوانند، ما که خود می دانیم
این اراده خداست که با دستان ما به تحقق میرسد و این شمس ولایت است که از افق وجود ما طلوع میکند. اگر در جستجوی امام زمان هستی، او را در میان سربازانش بجوی. از نشانه های خاص آنان این است که همچون نور دیگران را ظاهر می کنند و خود را نمی بینند. برادر آقای شام برای نماز. الان در جواز سه ماه خورده یک. این اعزام که مادم سه ماه. من تصور کنم لطفا. سه ماه. بله. این اعزام. این اعزام. کجا می خواهد بگید الان؟ الان داریم عملیات. انشالله. روحیه بچه ها چطور بوده؟ خیلی عالی. خیلی. من چی بگم؟ هر روی بچه ها چی بگم؟ ما شرمنده بچه ها هست. خدا عجبتون. چه روز؟ چه روزی آجا؟ 26 فروردین باشه. فروردین ماه 66. روز نیمه شعبان. حضرت میلاد حضرت صاحب الزمان. ما با عنوان شما نما. با عنوان سربازه حضرت صاحب الزمان عدل تعالی. وظیفه همون در مورد جنگ و انقلاب و اسلام چیه؟ والا بنده که لیاقت ندارم سرباز امام زمان باشم. اما برادران دیگه، ما از طرف برادران دیگه میگیم، وظیفه ما جنگیدن تا آخرین قطره خونه، تا اون حرف که هست نمیفهمن، تا رفع فتنه. آیه قرآن هم هست که باید جنگی تا رفع فتنه از کل جهان، از کل عالم. این وظیفه ما هست. یعنی وظیفه ما هست که وظیفه سربازان امام زمان نمه. بنده هم اطاعت از اونها میکنه. از اون از خانواده شما هم کسی این جبهه اومده؟ بله، اخویه بنده اومده. سلامات هستم. بله، الان خوبه. پیامی ندنی شماست مردم؟ خدا انشالله حکومت حزب الله حفظ کن. من چه پیامی برای مردم بدم؟ خدا من امام رو حفظ کن که همه چی ما از ایشون عربی. خیلی دستان رو خدا حفظ کن. شانزدهم شعبان، 26 فروردین. آیا آنان خود از رسالت تاریخی خیش آگاهی دارند؟ تمثیل حضرت سلمان در کنار پیامبر اکرم تمثیل جایگاهی است که ایرانیان در تاریخ اسلام دارند. اینجا فرمانده نیستن، همه به عنوان یک برادر داره چی؟ پا به پای هم، قدم به قدم چی؟ پیش میریم. فقط انضباط رو رعایت بکنین. انگیزمون باید اون انگیزه رهبریتمون که امام عزیز ماست که باید حفظ کنیم، با ایمان کامل ایشان رو به قلب دشمن بزنیم و متلاشی کنیم تا هدفهای اصلیمون به دستمون بیاد انشاءالله. آیا آنان می دانند که آیه فسوف یأت الله به قوم یحبهم و یحبونه در باره آنان است که نازل شده و صدها سال است که کره بلا دیده زمین انتظار قدوم ایشان را می کشیده است؟ چه بیان کنند و چه نکنند، حضور آنان در این ارتفاعات نشانه است از علمشان به حقیقت تاریخی وجود خیش و رسالتی که آن عهد ازلی با آفریدگار اقتضا دارد. تشریف بیارید. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. چه خبره اینجا؟ الحمدلله که خبرها، که دستها پر از خبرها هم، خیلی هیجان آور هستش. انشالله برادرای عزیزمون که پیش میرن تا اینکه بتونن ضربه بزرگی به این صدام مهلک بزنن که دیگه از جاش بلند نشه، که تا بتونیم جوابگوی خانواده شهدا و امت حزب الله باشیم ما. یعنی شما سه عملیات می اومدین؟ بله، انشالله عملیاتی در نظر هستش که ما تابع فرمان امام عزیزمون و فرماندهان محترمون در مقرها هستیم که بعد از تعیین عملیات ها که مشخص شده، که هر آن پرونده نیروی زمین سپاه اصل کردن که عملیات ها تردیزی شده، فقط ما پای کار میریم که انشالله بعد از اینکه دست رسید که ما حملات خودمون رو انجام بدیم و به اهداف اصلی جمهوری اسلامی و که مستقر شدن در حکومت جمهوری اسلامی در عراق باشیم. انشالله که مردم عراق را از اسارت صدام ملعون نجات بدیم، که بچه ها و خانواده شهدا اسرا همه به آغوش خانواده‌هاشون برگردن انشالله. ما فقط هدفمون این هستش انشالله. بعد جان، روحیه بچه‌ها شما چطوره واسه عملیات؟ روحیه بچه‌ها همه 100%ن. شاید از 100% هم گذشته که
اون فاز نول و فازشون به هم بخوره دیگه جرقه بکنه فقط کاراشون انجام بده ان شاء الله. سلامت باشی ان شاء الله. حاجا اینجا چیکار میکنی شما؟ اینجا به اماممان لبیک گفتیم و با این بچه ها اومدیم از نزدیک ببینیم پیروزه هایی که انشاءالله اینشان به دست میارن، ما هم در این جنگ شرکت کنیم و خداوند تبارک و تعالی فرموده است، البته پیغمبر فرموده است ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه و هو لباسه التقوى و هو لباس التقوى و من ترکه البسه الله لباس الذله. خداوند پیغمبر فرموده است جهاد بابی است از بابهای از درهای بهشت، خداوند میگشاید او را بروی خاصان و اولیای خود و کسی که ترک کند این جهاد را لباس ذلت بر تن کرده است. واقعا جهاد لباس تقوا است برای انسان و شرافت است برای انسان. و الان الحمدلله امام عزیزمان امر فرموده است باید امسال سال پیروزی قرار بگیرد و همه کفر بعث جهانی از بین بروند، بلکه انشاءالله به زودی زود پرچم اسلام در همه جاهای مملکت دنیا سرفراز و بلند باشد انشاءالله. حضرت جان چند سالتونه شما؟ 48 سالمه. 1358 تولدم هست و در شهر سجاد زندگی میکنم از توابع قیدار. 1350 قمری من نه خیر 1318 شمسی. بله الان که 66 هست. بله 48 سالمه. شما فکر نمیکنین باید برین استراحت کنین کم کم دیگه؟ مثلا سنگین نیست واسه شما استراحت؟ ما در پیش این جوانان عزیز و این فرماندهان عزیز باشیم که خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة على المؤمنین عزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. ما واقعا میبینیم این فرماندهان عزیز ما، این بچه های شیرین ما، اون قومی که خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر وحی فرموده است که به زودی زود انشاءالله یک قومی را برانگیخته می کنیم که ایشان خدا را دوست می دارند و خدا ایشان را دوست می دارد و از حضرت رسول پرسیدن از این قوم دستش بر دوش سلمان گذاشته است. این قوم همون قومی است که الان ما مشاهده می کنیم هم در فرماندهان ما هم در جوانان عزیز ما. انشاءالله به زودی زود مقدمه است برای تشریف آوردن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بنده من چکولترم لوی که پیامک با خلقی کردستان بگینم. خلقی کردستان لول انقلاب و برانی پیش مرگ مسلمان لول انقلاب وانه لگل سپا و لگل ارگانکان انقلابی هاوکاری چی زوری هم بوا. انشاءالله لما به دواج نهم به خلقی مسلمانی کردیش لما به دواوا و این جوان روم بیتوانه که اسلام استکانه پریستان دوا لنو منطقه انشاءالله لتوای سطحی دنیا پرستانه لما بدوا اوان جه اقادر من واقعا رقاي كرقاي حقيقه رقاي شركتن لقل كفر بو اسلام چونكي حضرت علي لا نهج البلاغه بو خوي جوان بو امي رون كدوت و فان الجهاد باب من ابواب الجنه. واقعا جهاد درقاق لدرقاي بهشه با جهاد انسان تواني برو ابو لاي بهشت و شركتن لرقاي خوايا عزتك فقط بو مسلمانان دندراوا او كساني كا لإسلام بونه شانه بروا اسلام بو صورته بوان مشخص نبوا جوان بیریان نکدوته ولی اسلاما سردرگم بون ولای چپگرای و رازگرای روشن روشن ولای شرق و چونو ولای او کمونیست کسیفانه که استاکانه دهنوه آلای اسلام بنوینن. واقعا اما بو ما مشخص بوا چاکتنین رگا رگای شرکتن لرگای خوایا شرکتن لرگای خوایا گورترین نعمته که لجمهوری اسلامی نصیبی ایمه بوا. ام امام گوره که استکانه ایمه همانه واقعا لدنیا گورترین نعمته که خواب ایمه داوا ایمه دبه پشتیوانی لامامی گوره خوام بکن. واقعا دبه ایمه
چکولترین ذره خاکی جرپه ایمان بین. اگه ایمان هر دستوره چی دائمه دبه به جوانی طبعیتی لیب کن. ایمان اگر کتی خوتن سن به آوردن دبه خوامم سوتنی به آوردن. اگر کتی خوتن دم چمدن دبه خوامم دم چمدن. واقعا اسلام ایمه دبه بووی که بو خوی سر کبه. ایمش انشاءالله که سربازی اسلامین سربازی امام خمینین انشاءالله سرکمین. محمد فال محمد لا خلقی مسلمانی کردستان انشاءالله پشتیوانی لهم رزمندانه بکن اوانش بینه نو صفی رزمندگانه و تا استکانه برانی مسلمانی کردتون زورمان استکانه لگصبه هاوکاری کن اوانش بین هاوکاری بکن بینه نو صفی انقلاب و انشاءالله صدام بزوی لبینه سی امزر نوبه رژیمی اسرائیل انشاءالله لبینه سن انشاءالله خدا حافظ شما آموزش تا پیش بگیری چیم 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 آنان همچون نور دیگران را ظاهر می کنند و خود را نمی بینند و اگر این چنین نبود لیاقت سربازی امام زمان را نمی داشتند. عجب و کبر انسان را به جبهه شیطان الحاق می کند، اما شرط حضور در این معرکه از خود گذشتگی است. آنان در ظلمات آسمان دنیا همچون راه شیری کهکشان قبله را نشان کردند، اما در این جهان راه حق از کربلا می گذرد. اگر کسی پنداشته است که می توان ایمان آورد و پای در بیابان بلا نگذاشت، سخت در اشتباه است. او بداند که زمین دلش از سوراخ های پنهانی موش های نفاق سست است و در خاکی این چنین بذر حیات نمی روید. اگر با زبان رسمی سیاست سخن بگوییم، آنان با آمریکا می جنگند، اما در بیان حقیقی با شیطان است که نبرد می کنند. این کبر شیطان است که در حکومت‌های استکباری دنیا تمثل یافته و از همین است اگر حضرت امام آمریکا را شیطان بزرگ می خوانند. نماز محراب حقیقی نبرد با شیطان است و اگر ما در این جبهه پیروز شویم، ریشه استکبار خشک خواهد شد و آنگاه دولت‌های استکباری که ثمره همین شجره خبیث هستند خواهند پوسید. پس جبهه‌های ما را باید جبهه نماز خواند. ریشه شجره طیبه قیام و جهاد ما در خاک نماز است و اگر این چنین بماند، نصرت از آن ماست. نماز انسان را به خلیفت اللهی میرساند و این چنین نماز گذار بر همه موجودات عالم وجود ولایت مییابد و همه قوای عالم که جنود خدا هستند نه تنها با او همراه میشوند که به خدمتش در میآیند. قدرت های استکباری که از کبر شیطانی منشأ گرفتند توهم و فریبی بیش نیستند. قدرت حقیقی از فقر کامل در مقابل غنی و قادر مطلق است که منشأ می‌گیرد. این چنین است که اراده انسانی ارادت می‌شود و دست قدرت خدایی از آستین ارادت و بندگی بندگان خوب خدا ظاهر می‌گردد. Thank you.
کنم بچه هایی که مستقر هستن یک دوتا کلگنده اینجا که داره ارتفاع دیگه داره خوبه ایه حالا اینجا مستقر کنم. سلام علیکم. سلام باشی برای چجور رو هم نیمونه برای جان؟ میبینی که برای در این کلاج درست کردم واسه چون پای چپ هم مجروح شدم بعد شده این کلاج درست کردم. راحت هستی یا نه؟ بد نیستی. چرا باید استراحت کنیم؟ تا انقلاب مهدی من باید توی جپا باشم. عملیات خیبر اینجوری شدم. سلامت باشی. خیلی ممنون. چند وقت جپا هستی؟ از اول جنگ تا حالا. کارگر کارخونه ایرانی تام اعزامی از تهران شهر ره. از خانواده شما کسی دیگه اومده؟ خیر، 9 تا بچه دارم، 3 تا پسر کوچیک، 3 تاشون هم دخترن. پیامی واسه مردم نداریم. پیام من این پیام اینه واسه مردم که سریع اینجوری که امام فرموده همه باید بیان تو جبهه کمک کن تا ریشه صدامو بکنیم. جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا پیروزی. انسان مؤمن بدن خود را به مثابه مرکبی برای روح خیش به کار میگیرد و این چنین اگر مرکب جسمش دچار ضعف و نقصی شود با قوت روح بر آن غلبه می‌یابد. اما کافر قوای روح را به خدمت آرمان‌های جسمانی و غرایز حیوانیش می‌کشاند و این گونه نقصان‌ها و مصائب هرچند کوچک و حقیر او را از راه باز می‌دارد. ارتفاعات نوار مرزی غرب کشور اکنون در تاریخ دفاع مقدس ما موقعیت کاملا تازه‌ای یافته است. در 25 فروردین مطابق با 15 شعبان وقتی رزمندگان ما در این سوی مرزها برای عملیات نصر یک آماده می شدند، دلاوران تحت امر قرارگاه رمضان عملیات فتح 5 را در عمق خاک عراق در سلیمانیه، چوارته و اطراف شهر ماوود آغاز کردند. آمار آرزون یه همچین روزی هستش. بیار خب ما وسایل پذیرایی داریم ازشون پذیرایی میکنیم. تشریف بیارم ما اینا رو به درک واصل میکنیم. جا اختار دارم این که کاملا نظرشون رو به نظر پذیرایی کنید. ما کنید دستی خب ما داریم از دور میکنیم، شما هم از نزدیک. متوجه یا نه؟ سباب و هر چیزی هم در همینه. بیام بالاخره مشخص میشه دیگه. حسینی ها باید مشخص باشه. بله بله خیلی ممنون. با سلامت باشید انشاءالله. انشاءالله گرفتم گرفتم خیلی ممنون. حالا منتظر بودم میبینیم. 451 میدونم این رفت بالا یک چرده بالا یکم بسه شما روبروش رو میگی شما بخو راست یه چیز بلندی داره یه ارتفاعی داره. نه اون نه اون روبروش میشه. نه در 27 فروردین عملیات محدود نصر یک با رمز یا صاحب از زمان ادرکنی به پیروزی رسید و توانست با انهدام پایگاه منافقین در منطقه زمین را برای عملیات های بعدی آماده کند. سلامت
ادامه دفاع مقدس ما ایجاب می کند که متجاوز را در آن سوی مرزها و در درون خاک خیش سرکوب کنیم، اگرچه هنوز مناطقی از کشورمان نیز در اشغال آنهاست. شاید این مفاهیم بلند را نتوان در زبان رسمی سیاست بیان کرد، اما فطرت‌های پاک سخن ما را در می‌یابند و همین کافی است. اسلام بر فطرت الهی انسان مبتنی است و این چنین راه خیش را اگرچه کند اما عمیق و دقیق باز می شناسد و رفته رفته بر همه عالم تسلط می یابد. مصباح فطرت الهی انسان اگرچه در پس اندوده گناهان محجوب گردد، اما هرگز خاموش نمی شود و سر پیروزی حق نیز در همین نکته بسیار ظریف و زیباست. انسان در عمق فطرت خیش عاشق حق است و به معاد ایمان دارد و اگرچه چند سباهی گرفتار تمایلات نفس اماره گردد، اما نهایتا وطن مألوف خیش را در جوار حق می جوید. عملیات کربلای ده در ساعت دوی بامداد چهارم اردیبهشت، یعنی یک هفته بعد از عملیات نصر یک، در محور مریوان بانه سردشت آغاز شد. در این عملیات مجاهدان راه خدا با عبور از رودخانه های چومان و گلاس در عمق 35 کیلومتری خاک عراق بر ارتفاعات مشرف بر شهر مرزی موت استقرار یافتند. چشم ظاهر بین دشمن هرگز وجوه تمایز و تفاوت ما را با خیشتن در نخواهد یافت. او ما را با مقیاس‌های کمی می‌سنجد و این چنین هرگز نخواهد فهمید که تفاوت‌ها یک سره در این معنا نهفته است که ایمان به معاد ترس از مرگ را از درون ما رانده است. شیطان حاکمیت دنیایی خیش را بر ترس و رعب بنا نهاده است و اگر کسی از مرگ بترسد، دیگر هیچ راهی برای تسلط یافتن بر او وجود ندارد. از شقایق‌های وحشی باز پرس که محرم اسرار ما هستند. آنها با تو خواهند گفت که شرط شیدایی حق آزادگی است و داغدار بودن و غسل خون. و عجیب اینجاست که چگونه اسرار حق در این صورت‌های خاکی جهان کسرات ممثل شده است. شقایق را وحشی می‌خوانند چرا که آزاده است و رنگی از تعلق ندارد. در دشت‌های دور لابلای سنگ‌ها می‌روید و به آب باران قناعت می کند تا همواره تشنه باشد و بسوزد. داغ دلش و گلبرگ های به خون آغشتش راستی که او را به شهید ماننده می کنند و عجبا از این تمثیل که چه بجاست. راه ما به سوی قله گلان و ارتفاعات دیگر مشرف بر شهر موت از اینجا آغاز می شود. تا اینجا را هلیکوپترها می آورند، اما از اینجا اگر جهاد سازندگی زنجان جاده را به قله گلان نرسانده بود، دیگر راهی وجود نداشت. در پشت این تپه دره محفوظ اما وسیعی وجود دارد
که هلیکوپترها در آنجا فرود می آیند و مجاهدان راه خدا را با خود می آورند. وجود این انسان‌ها در عصر تکنولوژی، در عصری که وسایل تعیین کننده غایات و اهداف هستند، بسیار غریب است. اما همانسان که شب هرچه در تیرگی خیش عمیق‌تر می‌شود، ستارگان درخشش بیشتری می‌یابند. انوار قدسی خورشید غایب ولایت از وجود این ستارگان که در ظلمت عصر جاهلیت کنونی مصباح هدایت گمگشتگانند، در جهان تلألو دارد. آیا آنان خود به رسالت تاریخی خیش آگاهی دارند؟ آیا آنان می دانند که این اراده خداست که در سیر تاریخ تحقق می یابد و آن که از گلوی آنان فریاد می کشد هنوز سید الشهداست؟ خونشان خون او و شمشیرشان شمشیر اوست. شما اهل کجا هستید؟ خراسان. پیامی واسه مردم خراسان ندارین شما؟ پیامی که بونسفرد نداریم چون ماشاءالله اون از ما فهمیدی ترم. ولی خب پشت جبهه را داشته باشن، ما هم انشاءالله اینجا را با همتی بسیجی ها با یک یاوسین دیگه به کربلا خواهیم رسیم انشاءالله. شما گفتید کربلا، ماجرای کربلا، داستان کربلا، اتفاقات کربلا، افرادی که توی کربلا بودن، چه اثری روی جنگ ما، انقلاب ما گذاشته؟ کلن این جنگ ما نمیشه گفتش که وابسته به اون نیست. یک حلقه از زنجیرهایی که به طور مداوم به هم بسته باشه به این صورته. یک حلقه از اون زنجیرها که متصل به همون زنجیر جنگ ابا عبدالله. انشالله ما هم حلقه هستیم، نه آخرشه نه اولشه، وسطشه. آیندگانم خواهن آمن، هر وقت باطل باشه حق در برابرش قیام خواهد کرد تا او باطل نابود کنه انشاءالله. بده جان، شما فکر نمی‌کنید که جنگ الان دیگه بیشتر زیاد طول کشته باید تمومش کنیم تا به بازسازی کشور بفرزیم؟ وقتی جنگ تموم میشه که باطل وجود نداشته باشه، وقتی باطل باشه جنگ هم باعث باشه. حفظ و تثبیت مواضع تسخیر شده به امکان تدارکات بستگی دارد و این مهم در ارتفاعات جلوه بیشتری می‌یابد. احداث 20 کیلومتر جاده تدارکاتی در مدت 15 ساعت در ارتفاعات صعب العبور منطقه کاری نیست که جز با از خودگذشتگی میسر باشد. عجب و کبر انسان را به جبهه شیطان الحاق می‌کند، اما شرط حضور در این معرکه از خودگذشتگی است و این درست نقطه تمایز ما با لشکریان دشمن است. خوبه مخلص من بود، خسته نباشیم. حالش ما خوبه، سلامت. اینجا کجا سوال اینجا ارتفاعات گلان هست. کی شما آمدین اینجا؟ ما سه شب پیش. بله، موفق بودیم به یاری خدا. باعث شما به توفیق خداوندی اون ارتفاعات بلند گلانو که حساب از اینجا
عملیات ما شروع شدنه نیروهای عملکننده این لشکر نصر اون سمت ارتفاعات بلند گلان که انشالله در همون لحظات اولیه عملیات فتح شد و الان رزمندگان ما همینطور که از این جلو بریم مشاهده کنیم در رأس قله گلان مستقر هستن و جاده هم با همکاری برادران جهادگر جهاد سازندگی که همیشه در جبهه های یار و یاور رزمندگان ما بودن الان جاده به جاده شهرک ماهوت عراق وصل شده و کلیه ترددها و حمل مجروح و شهیدای ما توسط اتومبیل های تویوتا مون انجام میگیره و برادران جهادگرمون همونطور هنوز مشغول راهسازی هستن. خدا نگهدار. روحیه بچه ها چطور بوده آقا؟ روحیه بچه ها همونطوری که از اول عملیات ها شما شاهدش بودین به حمدالله خیلی بالاست و همیشه گوش به زنگین هستن که فرماندهانشون اجازه بدن و اینا عملیاتشون ادامه بدن و همه اکنون شما انشالله در نوک قله که تشریف بردید شاهد اون روحیه و ایثارگری های بلند رزمندگان ما انشالله در اون بالا خواهید بود. شما اهل کجا هستین؟ ما اهل چنارون و مشهد هستیم که در لشکر پنجنه هست انجام وظیفه میکنیم. کار شما چیه تو این منطقه؟ ما در محور سلمان انجام وظیفه میکنیم. کارتون چیه؟ کارمون هدایت عملیات گردان های عمل کننده در اینجا هست. جزء مسئولین هم محور هستیم، محور سلمان. خدا نگهدار. احمدی از جلو ما رد شده داشت ولی فیلم نگرفت. مواردشون سریع انجام بگیره چون آتش هم نیست. باشه ما بخواه باشه بخواه یه سریع کار انجام بدیم که باز انشالله دیگه از این شب کار دیگه داریم مشکل ایجاد نشه. بعدی بچه های اجدادی اینا هم یه اگه سریع بیان بعد چیزی هم که دیروز ما خودمان با شما در تماس بودیم برای تأمین شما با نکته اونا اینجا هنوز هستن ها ولی کمن. شما کجا هستیم؟ ما اهل شیروان هستیم. روحیه مردم شیروان در مرتبه جنگ و انقلاب چطور بوده از اول انقلاب و جنگ و؟ والا سوال خیلی خوبی کردین. ما چون تو شیروان هم اونجا فرمانده سپاه بودیم که تازه اومدیم اینجا تو همین سال 65 اعزامی که شهرستان شیروان داشت انصافاً توی سطح خراسان بی‌نظیر بود. یعنی شهرستان شیروان با وجودی که شهرستان خیلی کوچیکی هست اما به اندازه شهرستان‌های بزرگ نیرو اعزام می‌کرد و در عملیات کربلای 54 هم نقش مهمی بچه‌هایی که گردان نیروهای شیروان بودن داشتن و من که انصافا از مردم شیروان جز ایثار و جز خدمت و جز زحمت برای اسلام و انقلاب هیچی ندیدم. خدا خیرشان بده. چیکار کردی بابا؟ باشه باشه. آخ آخ. چیلی کرد؟ بشین. یکی اولی می‌خواستم. اینجا رو بزن. چیلی کردی؟ چه سرخی رو توش می‌شینه؟ بزن. بزن دیشکه چیه؟ هستن و بعد هم که این طرف هم که زیر هستن. کجا عراقی ها؟ سمت؟ عراقی ها؟ آه این تپر میبینی؟ اینجا این عراقی هستن. این عراقی هستن اونه که عراقی هستن رو اون ارتفاعات هم که عراقی هستن اونجا. یه تپه خالی کردیم آن اینجا. یه تپه فرارش اندنیم باید همون تپ اینجا بودن دیگه فرارش اندنیم و اونجا رفتن. صبح هم پنج شرسی گرفتن. پنج نزد خدا خیلی شده بیرم. فکر چند نفرشان این طرف هست تانک ماشین الان یه ماشین داره رفت آمد میکنه از همونجا. اون تانک مثلا؟ نه اون ماشینه تانک اون سرعت نمیده. اون وسط جاده اوجوری انحرافی مره و مستقیم تانکه دوتاش هم تانکه دونه. بگو نیوه کن بگو یه آتش رو اون تانک رو نمیگه رفت بیبه نیوه کن
دیدم دارم چه تانکه اون دو تا تانک در میاد اونها ها نگاه کن جاده اینور رو بگو راه نمی یواش داره میاد اینور جاده رو رفت پای تانکا رو بگیر دارم میکشن عقب آقا این بگو گزارشو دارم میکشن عقب من صبحم گفتم میراشو کشته عقب اینجا رو خالی کرده بی پدر نگاه کن الان یه ماشین دیگه باز همون ماشین چیز گیر کرده نگاه کن بگو سه تا تانکی که تو منطقه مال داشت کش از منطقه خارج کرد بسند خیلی جالب دارم چه ایمه بابا؟ اوه خوبی الان تا شیش باشه باستقیم بزنیم مرزی موت در عملیات نصر چهار آزاد شد. عملیات نصر چهار در ساعت 2 بامداد یک شنبه 31 خرداد با رمز یا امام جعفر صادق علیه السلام و با حمله به ارتفاعات مهم مشرف به شهر آغاز گشت. رزمندگان اسلام در مرحله اول عملیات در روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در قله های دو قلو یال میراوه، قشن و جاجیله 1 و 2 مستقر شدند و در مرحله بعد شهر ماوت را محاصره و تسخیر کردند. دیدن بسیجی های جوان در کنار اسرای دشمن تمثیل داوود است در برابر جالوت. داوود جوان است و جز فلاخنی در دست ندارد و آنچه او را بر جالوت کار کشته پیروز می سازد ایمان است. سلام علیکم نازل یستا نازل یستا محافظت کفرا یه بزنید یه بزنید الله برنجه برنجه
صدام جواد، صدام ترس، صدام كلب من كلب. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ايش خميني؟ از کجا میای اخوی؟ حال شما از خط میام. حال شما. چیکار میکنین تو خط شما؟ ما تام گسا یاریم، وسیلاچه آبرسان یا قضا و وسیلاچه مهمات اینام برن. چیکار؟ بله میفهم. وسیلا رو تعمیر میکنیم. چه ان شاء الله. از کجا اعزام شدین؟ از اصفهان. از شما نیرو مردمی هستی؟ بله بله. بیاین بغل، بیاین بغل که اینو ماشینا باز میشه. شغل تو اصفهان چیه؟ شغلمون که اول خوب شاگرد میکنی چوده؟ حالا یه چند وقت زب ما خوب وسیلا زب هره تعمیر میکنی. یعقوب جان پست کردم واسه صورت الله اکبر واسه داده بودم که سپاه نور ساعت 8 صبح وارد شهر موعود شده بودند و هنگامی که ما از فراز ارتفاعات به سوی شهر سرازیر شدیم، گروه های رزمی مهندسی جهاد و سپاه به شدت در کار تکمیل شبکه تدارکاتی جاده ها و ایجاد خاکریز های دفاعی در اطراف شهر بودند تا بتوان منطقه آزاد شده را در برابر پاتک های احتمالی دشمن محافظت کرد. علیکم. سلام علیکم. خوبه؟ این جاده که شما میزنید به کجا وصل میشه؟ این جاده وصل میشه به خود شهر، شهر ماهوت. این جاده هم وصل میشه به پاسگاه پلیس. الان چقدر فاصله داریم با شهر؟ الان حدود 1 کیلومتر و نیم. تو از کجا اعزام شدی؟ من از آبادی اعزام. خدا خیرتون بده.
سلام علیکم. تا شهر چقدر راست؟ جان تا شهر. تا شهر بیا با هم بریم باجی بو. پشتر ما بی. برو سوارشو بگیر. نو چرتم فقط فیلم رو بندا نو چرتم. خوار تا آقا بریم با جیپ بریم. استاپ کنم. بیا کن. چاوشو. اول نمی. گوشه. شلیک نکن. شلیک نکن. باشه پار کن اون من افتی پدرش مدر آورد بچه اون برش دارم رفتن؟ ما خود الان می کجا بودیم ما اتاقا میبینیم ما اونجا بودیم الان شهر کامل دست بچه هاست دیگه کامل دست خود بعد چطوره؟ تلفات شون به چه صورته؟ اصلا لشکر المنه دیشتر عملیات کرده یه شهید داده 10 زخمی بیام یه خونبال زمانی فقط خیلی الحمدلله بس خوب خوب الحمدلله اصلا رویه ندارم الان من اونجا بودیم داشت شلیک میکردن به عراقی ها یه ایفا اومد ایفا بچه ها بار پیش دادن من خودم رفتم ایفا آوردن آقا الان ایفا اونجا خیلی اصلا داغون شدن از همه لحاظ نیرو مامان همه چشون ما صبح ساعت 5 تا حالا شلیک داشتیم اصلا داغون شده شهر دیروز ما دیروز هم تو شهر بودیم خودمون ما خودمون دیروز تو شهر بودیم دیروز سقوط نکرد ولی امروز دیشب سقوط کرد دیروز تو محاصره کامل بود الان کامل دست بچه‌ها الان دیگه کامل دست بچه‌ها اینجا لشکر سالارا هست اینجا لشکر المهدی یکی مواظب باشین اینجا یکی مواظب باشین اینقدر جنازه عراقی ریخته اونجا که بینا این ساختمان فرمانده عراق بوده ساختمان فرمانده عراق بله ضعیف. شهر ماوت در عمق 35 کیلومتری خاک عراق و در فاصله 75 کیلومتری شهر بانه واقع است. ماوت که پیش از جنگ 5000 نفر سکنه داشته است، با آغاز جنگ به یکی از مراکز مهم تدارکاتی جبهه‌های شمال عراق بر سر راه عبور جاده‌های مواصلاتی چوارته و سلیمانیه تبدیل شده بود. صادقیه نام جدیدی است که رزمندگان اسلام برای این شهر انتخاب کردند. ادامه دفاع مقدس ما این چنین ایجاب می کند که ما متجاوز را در آن سوی مرزها و در درون خاک خیش سرکوب کنیم. اگرچه هنوز مناطقی از کشورمان نیست در اشغال آنهاست. شاید این مفاهیم بلند را نتوان در زبان رسمی سیاست بیان کرد. اما فطرت‌های پاک سخن ما را در میابند و همین کافی است. اسلام بر فطرت الهی انسان مبتنی است و این چنین راه خیش را اگرچه کند اما عمیق و دقیق باز می شناسد و رفته رفته بر همه عالم تسلط میابند. خاک ریز میزنید الان در کجا واقع شدید؟ روبرو شهر ماهود قدرت‌های استکباری که ریشه در کبر شیطانی دارند توهم و فریبی بیش نیستند و قدرت حقیقی از فقر کامل در مقابل غنی و قادر مطلق است که منشأ می‌گیرد. این چنین است که اراده انسانی ارادت می‌شود و دست قدرت خدایی
از آستین ارادت و بندگی بندگان خوب خدا ظاهر می گردد و جهان کفر زده را تسخیر می کند.